خدا رو بشنویم، چون باور داریم که خداوند دوباره مثل 2000 سال پیش امروز هم به وسیله کلامش میتونه در بین ما خیمه بزنه. آمین. در قلب‌های ما، در رابطه‌های ما، در این فضا میتونه خیمه بزنه و حضورش خیلی قوی میتونیم حس کنیم. آمین. این آیه تو ذهنم اومد تو مکاشفه باب 19، میگه شنیدم چون آواز جمعی کثیر، چون آواز آب‌های فراوان، چون آواز رعدهای شدید، که میگفتن. چی میگفتن عزیزان؟ چی میگفتن؟ میگفتن هللویا، خدای قادر مطلق ما سلطنت گرفته است. خدای قادر مطلق ما همین الان سلطنتش به رویت به چشم عروسان خداوند دیده میشه. آمین. سلطنت خداوند رو میخوام با دست زدن بیستیم، دست بزنیم و این سلطنت خدای قادر مطلق عیسی مسیح خداوند رو با دست زدن خوش اومد بگیم و به رسمیت بشناسیم. آمین. هللویا، هللویا، هللویا. خدای عالی که بین ما هستی، نام تو جلال پیدا کنه. ما همراه با آب‌های عظیم فرشتگان دستک میزنیم برای سلطنت تو، برای حضور مطلق تو. هللویا. ای خداوند، تو شایسته ای، تو شایسته ای. شکر، شکر. هللویا. عشق ما، حضور مطلق تو اینجاست. تو سلطنت میکنی در بین قوم خوده و کلام تو امروز معنا میبخشه. کلیسا تو بلند خواهی کرد. هللویا. آمین و آمین. خدا رو شکر. عیسی مسیح خداوند ما فقط در تاریخ قیام نکرد، بلکه اون امروز هم زنده و با حضور مطلقش بین قوم خودشه. تو قوم خودش با قوم خودش سخن بگه. آمین. باور میکنین؟ او امروز میخواد با شما سخن بگه. عزیزان اگه توجه کرده باشین، بعد از بحران کرونا بیشترین پیام واعظین و پیام آوران در فکر میکنم در بیشتر کلیساها متوجه خود کلیسا بوده، عروس مسیح، که چطور عروس مسیح شفا و آزادی بیابه، چطور کلیسا در آرامش آرامی قرار بگه، چطور از ترسا دلهوره هایی که جهان کنونی و بحران های او به هجوم میاره قدری آسایش بیابه. نیست؟ بیشتر پیام ها متمرکز کلیسا یعنی عروس مسیح بوده و ما پیام آوران سعی کردیم فرمان به خصوص اشعیا، این سرور انبیا که در باب 40 میگه تسلی دهید، تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، سخنان دلاویز به قوم من بدین. ما سعی کردیم اینو انجام بدیم تا عروس مسیح کلیسا قدری به جلو کشیده بشه، وامانده نشه، سرد نشه، دل سرد نشه. میتونم بگم خیلی عالیه عزیزان، کلیسا بدن مبارک مسیحه و چقدر مبارک و خجسته حال هستن کسایی که تکاپو میکنن، جد و جهد میکنن به هر نحوی بدن مسیح رو تقویت کنن. خیلی عالی عزیزان، ولی خطر اصلی اینجاست که ما اگه خیلی غرق بشیم در کلیسا، در بدن مسیح، در این پیام های عالی که میتونم بگم عالی بوده تا الان، میتونیم این خطر وجود داره که عالی ترین ها رو از دست بدیم. عالی ترین ها چیه؟ خود داماد نیست؟ و جایگاه ابدی ما در آسمان. اگه ما خیلی فوکوس کنیم روی کلیسا، عروس مسیح، ممکن این تمرکز ما، کانون توجه ما به وطن آسمانی ما و خود عیسی مسیح خداوند که اصل و مرکزه در اذهان ما کمرنگ بشه. در یک کلیسای سالم عیسی باید معروف ترین باشه. آمین. عیسی و بازگشت ثانوی او باید در رأس قرار بگیره، باید کانون توجه تک تک اعضای کلیسا، فرزندان و برگزیدگان باشه.
در فرهنگ معاصر ما هم می‌بینیم عزیزان، در آیین مراسم جشن ازدواجی که در دنیاست نیست، هر دفعه داریم می‌بینیم که چقدر توجه‌ها، بیشترین توجه‌ها روی عروسه، همه چشم‌ها به دنبال عروسه نیست. تا حالا شده توی جشن عروسی برین دنبال داماد بگردین؟ اول عروس رو نگاه میکنی، تاجش چجوری، آرایشش چجوری، لباساش چجوری. عروس رو میبینی از اون دور با یه لباس بلند و سفید وارد کلیسا میشه، یک موزیک مخصوص اومدن اون نواخته میشه، تمام حضار به پا میخیزن جلو عروس، انگار همه چیز به فرمان عروسه. عروس با قدم هایی که پر از وقاره و برازنده اوست به منبر کلیسا نزدیک میشه، همه مات و مبهوت دارن عروس رو نگاه میکنن، اما طفلک داماد حتی اگه فاخرترین و قیمتی ترین لباس رو هم پوشیده باشه، یه گوشه ایستاده یا در نهایت در وسط منتظر عروسه. اصلا انگار ایستادن عروس هم به خاطر اینه که تمام توجه ها خیلی کاملتر به سمت عروس بره. نه این سال عروس دیدیم بدون داماد، پس انگار اصلا بودن داماد به خاطر توجه های بیشتر به عروسه. ولی میخوام بگم در فرهنگ کلام خدا عزیزان، خصوصا زمانی که ما داریم در رابطه با عیسی و کلیسا صحبت میکنیم، عروس و داماد سماوی صحبت میکنیم، کاملا متفاوته. یک صحنه شگفت‌انگیز و خیلی زیبا از عروسی داماد در مکاشفه میبینیم، باب 19 آیه 7: شادی و وجد نمایید و او را تمجید کنید. چرا؟ زیرا نکاح بره رسیده است. عروسی عروسی بره است، نه عروسی عروس. آمین. و عروس او خود را حاضر ساخته است. تمام توجه ها به سوی داماد هستن. به قول یحیای تعمید دهنده میگه عروس مال داماده، عروس متعلق به داماده. اصلا دلیل وجودی عروس فقط به خاطر داماده. آمین. و همین داماد عزیزان، همین داماد به زودی باز خواهد گشت و عروس خود را، عروسان منتظر خود را، عروسانی که منتظر تجلی ظهور اون داماد سماوی هستن با خود میبره. نمیدونم چقدر باور میکنی. تو اعمال باب 1 آیه 10 میبینیم وقتی عیسی مسیح خداوند داره صعود میکنه، به خانه بر میگرده، در میان ابرها ناپدید میشه، شاگردان مات و مبهوت دارن با آسمان خیره میشن، کجا داره میره؟ و فرشته ای ناظر میشه، میگه ای مردان جلیلی، چرا اینطور به آسمان چش دوخته اید؟ همین داماد که داره برده میشه به آسمان، یک روزی باز خواهد گشت. آمین. یک روزی باز میگرده. وقتی ما این آیات رو میخونیم، منم همینطور بودم، خیلی توجه روی احساس شاگردان داریم. الان شاگردان تفلک چقدر احساس طرد شدگی میکنن، تنهایی میکنن، مخصوصا اون حادثه و داستانهایی که بعدش پیش اومد. ولی از امروز بیایم حس داماد رو درک کنیم، حس عیسی مسیح خداوند رو درک کنیم، تصور کنیم عیسی چه هیجانی داشت. او یه روزی به سرزمین ما اومد، چقدر مصائب و رنج‌های صلیب و متحمل شد و بعد از اینکه دور خودشو به کمال رسون، به آسمان منزل ابدی خودش صعود کرد. درست مثل یک سرداری ظفرمند که بعد از نبردی خونین
داره به خونه بر میگرده، به وطن بر میگرده، مثل یک فضانوردی که لباس سنگین فضایی توی تنشه و به خونه میرسه، میگه آخه راحت شدم از این لباس سنگین. تا حالا شده یه همچی حسی بهتون دست بده؟ مخصوصا من و آلبرت وقتی سمینارهایی میریم که خیلی سنگینه، خیلی واقعا باید اونجا انرژی بذاریم، فقط میگیم آخه به خونه رسیدیم. تا حالا این حس رو در کردیم؟ ولی عزیزان، عیسی مسیح نرفت به منزل، به خونه باز نگشت که پرستش فرشتگان رو دریافت کنه، دوباره اونجا جلال بیابه، خدایی بکنه، بلکه او رفت تا برای ما مکانی آماده کنه، تا بیاد دوباره ما رو با خودش ببره. چقدر یوحنا زیبا میگه، عیسی مسیح در یوحنا 14:1-3 میگه دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیاره، و الا به شما میگفتم، و الا به شما میگفتم، یعنی اگه نبود به شما میگفتم، ولی هست. برای همین دارم میگم منزل بسیاره، میرم تا برای شما مکانی آماده کنم. اگه برم خوش به حالتون شده که رفتم، چون مکانی برای شما حاضر میکنم و باز میایم شما رو برداشته. وای چقدر زیباست، نمیدونم این حس رو میکنی، برداشته، دوباره با خود میبرم جایی که من هستم، شما نیز آنجا باشید. از اون وقتی آیاتو میخونیم، ترکیب از دو تا حس متفاوت برای من اینطور بوده که تمام وجودمو در بر میگیره. یک حسی که شیرینه، یک خوشی عظیم غیر قابل فصل که همه چی به این زمین ختم نمیشه. عزیزان، همه چی به این زمین ختم نمیشه. یه روز همه چی عالی میشه، بهترین ها تو راهه. اگه در زندگی شما همه چی بهتر نشده و عالی نشده، برای اینکه هنوز آخرش نرسیده. آمین. و حس دوم، یک حس درد، بی‌طاقتی، آه ناله، که این خدا من کی از این تن پوش سنگین جسم آزاد میشم، کی از این جسم موت رهایی پیدا میکنم، کی خدا من شریک اون زیبایی جلال تو خواهم شد، کی دردهای زمان حاضر رو تجربه خواهم کرد. بارها اینو در رویا و خواب دیدم. از اوان کودکیم هیچ وقت به اندازه این رویاهای از آسمان و خود عیسی مسیح خداوند به من تلنگر نزده. انگار میدونسته چقدر زود ممکنه در این سونامی ها ایمان و امیدم رو از دست بدم، چقدر استرابهای درونی گاهن به من نفوذ میکرد، و فقط امید به آسمان و دیدن اون داماد که یه روزی همه این چیزا رنگ میبازه دوباره منو بلند میکرد. هرچند وقتی دوباره در بحران ها میفتی پشت منبع خیلی آسون تره که راجبش صحبت کنی. عزیزان، وقتی در بحران ها میافتادم دوباره آسمان و عیسی تا چند روز همین چی یادم میاد، پانیک میگرفتم تا دوباره یادم بیاد خدا چه وعده هایی داده. 1865 بار در عهد عتیق، نمیدونم 367 بار در عهد جدید راجع به آسمان، اون وطن سماوی ما صحبت کرده. حتی دعاهای ما به این زمین ختم نمیشه، ما یه روزی با او در اتحاد قرار میگیریم. اول تسالونیکیان باب 4:16 میگه زیرا خود خداوند با فرمانی بلند آواز، چقدر زیبا، خود خداوند و آوای رئیس فرشتگان میکائیل، فرشته اعظم. حسنا میخوام تصور کنیم با صدای شیپور بلند از آسمان فرود خواهد آمد، آنگاه نخست مردگان در مسیح زنده خواهند شد. پس از آن ما که هنوز زنده و باقی هستیم، آمین آمین، با آنها در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا
تا ابرها ملاقات کنیم. بدین گونه همیشه خداوند با ما خواهد بود، با خداوند خواهیم بود. میگه بدین سخنان همدیگر رو تسلی بدین. عزیزان یه روزی تمامی این فساد بی فسادی به بی فسادی ملبس خواهد شد. ما در جلال عزیزان دگرگون خواهیم شد. کلام خدا اینطور میگه. و اونایی که قبل از اینکه رو بوده بشن در خدا من خوابیده بودن، دفن شده بودن، کلام خدا میگه اونایی که در ضعف کاشته شدن در قوت برمیخیزن. در بیماری، فلاکت، ضعف، سرطان، هر بیماری میگه دفن شدن، به خاک سپرده شدن، در قوت، در سلامتی برمیخیزن. عزیزان اونایی که در ذلت کاشته شده بودن، به خاک سپرده شده بودن، در جلال برمیخیزن. اینو وعده خداونده. نمیدونم چقدر باور میکنی. و باب ننوشته اینجا، باب 4 اول تسالونیکیان داره راجب اول تسالونیکیان باب 14 داره 4 داره راجب بازگشت مسیح صحبت میکنه. بلافاصله در باب 5 انگار میگه کسایی که منتظر بازگشت خداوند هستن یه بازتاب خیلی عالی در زندگیشون، در این زندگی روزمره شون به وقوع میپیونده. میگه به این سخنان همدیگر رو تسلی بدین، کوته دلان رو بلند کنی، ضعفا رو تقویت کنی، جواب بدی رو با بدی ندین. چرا؟ چون منتظر خداوند هستیم، تموم خواهد شد. دعا کنین، شکرگزاری کنین، برای هر چیز شاکر باشین، چون خداوند داره میاد. عزیزان ما مسیحیان تشویق شدیم برای بازگشت مسیح آماده باشیم. نمیدونم چقدر این مسئله فکر کرد. اینا حقایق ابدیه و خدا به ما فرمان داده همدیگر رو تسلی بدیم در سختی ها، با فکوسمون روی داماد و منزل ابدی قوت بیابیم، اشتیاقمون رو از دست ندیم، اعتمادمون رو نسبت به خدا از دست ندیم، چون که به زودی داماد می آید و برای منتظران خودش پاداش و اجرهای عظیم و فراوان به همراه دارد. ایمان داریم عزیزان. کلام خدا میگه در یک چشم هم زدن جسد فانی ما دگرگون خواهد شد. در یک چشم هم زدن. برای همین پولس نصیحت میکنه، میگه پایدار باشین ای خواهران من، ای برادران من، بی تشویش باشین، اینقدر نلرزین، اینقدر نگران این چیزهایی که پیش میاد نباشین. ای برادران من، ای خواهران من، پایدار باشین در خداوند، بی تشویش باشین و پیوسته به عمل خداوند بیفزایید. عزیزان بیافزایید به خدمت خداوند، به پیروی از خداوند، چون که میدانیم به قول موعظه عالی پاستور که تشویقتون میکنم در سمینار احیا، واقعا این موعظه بود که الهامی گرفتم از خداوند که باید ما فوکوسمون رو روی آسمان بذاریم. تلف کردن نیست. وقتایی که برای خداوند میذاریم، برای دعا میذاریم، برای بچه های خدا و عروسان خدا و میزه تلف نیست. نمیگیم حیف شد که بیایم دعا، بیایم کلیسا، وقتمون رو از دست دادیم. نه حسان، حیف شدن نیست، تلف شدن نیست، بلکه یک سرمایه گذاری خردمندانه است برای تک تک ما. و یوحنا عزیز که فکر میکنم بیشتر هر شاگرد عیسی رو میشناخت، تو اول یوحنا میگه هرچند آنچه که خواهیم بود هنوز نشدیم. عزیزان هزاری هم موعظه گوش بدیم، همه چی رو محو میبینیم، میگیم فرزندانیم، محبوبانیم، وارثانیم، ولی هنوز آنچه که خواهیم شد نفهمیدیم، نمیدونیم چی خواهیم شد. ولی یوحنا میگه میدانیم، میدانیم عزیزان، میدانیم آنگاه که او ظهور کند مانند او خواهیم شد.
و او را چنان که هست خواهیم دید. از آن میدانیم که زحمت هایی که برای خداوند میکشیم تلف شدن نیست. ایستادگی و پایداری ما در هر وضعیتی حیف نیست، تلف شدن نیست. آمین. چون که میدانیم آنگاه که ظهور کند عیسی مسیح، چنان که او هست او را خواهیم دید، مثل او خواهیم شد. من و تو که مخلوق متبارک و سعادتمند خدا هستیم، از چشمای ما او رو خواهد دید، نه چشمای دیگری. تمامی وجودیت ما به جز گناهای ما عزیزان او رو تجربه خواهد کرد. ذره ذره وجود ما از یک قنا و رضایت درونی در اون لحظه برخوردار خواهد شد. باور میکنید؟ الان مثل یک ذره هستیم ملتهب که انگار دور افتادیم از اون بیکرانگی، از اون اصلمون. مثل یک قطره هستیم که انگار از اون اقیانوس موجودیت اصلی خود دور افتادیم. ولی یک روز به همین زودی ما این او خواهیم شد، مثل او خواهیم شد و او رو چنان که هست خواهیم دید. الان مثل نه فقط ما، بلکه کلام خدا میگه تمام کائنات در حال درد زه کشیدنه که کی این فاسد به بی فسادی ملبس بشه و دگرگون بشه. من حس میکنم خودم بارها این حس داشتم، مثل اون کرم ابریشم هستیم یه موقع دیدین نزدیک پروانه شدنشه، چقدر بدقلقه تو اون پیله. من اینو از نزدیک دیدم، میچرخه دور خودش، میپیچه دور خودش همجوری سرشو. یه مدت بود من کرم ابریشم نگه میداشتم و این مراحلش خیلی زیبا بود و اون لحظه که میخواست به رستگاری و رهایی برسه، تبدیل به پروانه بشه، اصلا چقدر بدقلق میشد. یه موقع ما اینجوری میگفتی که طاقت نداریم دیگه، کی میای خداوند؟ اونایی که منتظر تجلی خداوند هستن و اینقدر فوکوسشون رو روی زمین موقت نذاشتن. سی اس لوئیس میگه امید به جهان باقی یکی از بزرگترین فضایل اخلاقی یک باورمند به عیسی مسیحه. ولی دنیای ما، عصر نوین ما میگه فکر کردن به آسمان چیزایی که دیدنی نیست، در عالم خلسه رفتنه، از واقعیت فرار کردنه، گریز از مشکله، نیست؟ دنیا اینو به ما میگه. ولی حتی وقتی به نجات دهنده خودمون، به بازگشت خود اون فکر میکنیم، بارها ایمان دارم اگه یک کمی جد و جهد کنی و تمرکزتون رو بذارین نه فقط رو آسمون بلکه روی زمین، اون افسردگی، اون ناامیدی، اون ناآرامی چقدر جای خودشو به آرامش میده که یه روزی تموم میشه. اینجا موقت عزیزان. و چقدر درون ما قناعت پیدا میکنه. میدونی درون ما انسان ها انگار هیچی راضی نیستیم، پر از طمع. یعنی به هر چی میرسیم انگار بازم یه چیزی میخوایم، نیست؟ ولی فوکوس به اون خانه ابدی و عیسی مسیح یک آرامشی میده، یک قناعت درونی میده. چقدر کلام خدا زیبا اشاره میکنه، میگه چون ابراهیم در انتظار آن شهری بود که معمار و سازنده آن خداست و اون خیمه که داشت زندگی میکرد قانع شد، قناعت پیدا کرد. چون موسی چشمش به اون گنج‌های آسمانی دوخت، دید آن نادیدنی رو در دل خودش دید، از گنج‌های زمینی خیلی راحت تونست چشم بپوشه. چون عیسی آن خوشی عظیم رو روبروی خودش میدید، برای همین داوطلبانه صلیب رو متحمل شد. اینا حقایقیه که عزیزان در هر شرایطی میتونه کانون توجه ما باشه و ما رو بلند کنه در هر وضعیتی که هستیم. میخوام یه رازی رو بهتون بگم عزیزان، یک رازی رو. گوشاتون بازه، رادارهاتون بازه. تمام این چیزایی که دارم بهتون میگم که یه ذره است،
محوه، کوچیکه، ناخواناست در برابر آنچه که شیطان میدونه واقعا هیچه. اون خیلی بیشتر از این که من دارم الان موعظه میکنم و تمام موعظه ها رو جمع کنیم، تمام کتاب ها رو راجع بازگشت عیسی مسیح و وطن آسمانیمون بدونیم، اون خیلی بیشتر میدونه، چون جایی بوده که از اونجا انداخته شده. اون میدونه چه جایی پر جلالی هستن. کلام خدا در مکاشفه باب 13 آیه 6 میگه او دهان خودشو باز میکنه به کفرهایی به خدا و مسکن خدا و منزل ابدی مقدسین. او به سه چیز حمله میکنه: خدا، مسکن خدا و منزل ابدی ما. عزیزان، او میدونه ما داریم کجا میریم. اون چشیده، اون مثل یه هوییه که مطمئن ما داریم جاشو میگیریم. برای همین با دو تا اسلحه خیلی قیمتی و قوی دائما داره به کلیسا حمله میکنه. این دو تا اسلحه چیه؟ دل سردی و ناامیدی، پچ پچ کردن، واقعیت نداره. همین امروز خوش باش، ولی واقعیت داره عزیزان. شیطان میدونه این حقایق ابدی رو. بیایم امروز تصمیم بگیریم ذهنهای خودمون عزیزان متوجه حضور آسمان و حضور داماد سماویمون بکنیم، خودمون رو تقویت کنیم عزیزان با این حقایق الهی، تا روزی که شادمانه عزیزان با بارهایی که از دوش ما افتاده، اون لک و لوکهایی که هست، پروسه آمادگی رو ما داریم طی میکنیم. این زمانهایی که داریم هرس میشیم، بارهای اضافی افتاده و از اون نردبان تنگ رستگاری با شادی به رهایی و رستگاری میرسیم، تا اون زمان همدیگر رو و خودمون رو عزیزان تقویت کنیم، چون عیسی مسیح به زودی خواهد اومد. و اگه یکم صادق باشیم و واقعبین باشیم عزیزان، این اشتیاق در قلب ما هست، نهادینه شده. خدا میگه ابدیت رو در دلهای ما گذاشته. برای همین هیچ چیزی رو این زمین، حتی بهترینش، ما رو اشبا نمی کنه. انگار یه گم شده داریم. بهترین عشقای اولیه، ازدواجهای پرتمطراق نیست؟ خوبه، همه اینا عالی عزیزان. آرزوهایی که داشتیم 8 سال برای اومدن آلمان، چه اشتیاقی، چه ذوقی. سمینارهای پرتمطراق، همه اینا عالیه هستن. تمام اون چیزهایی که در آرزوشیم و به دست میاریم گاهن، در اون حقایقی که روی زمین به زندگیهای ما رسوخ میکنه، اون شادی و اون اشتیاق اولیه را از دست میده. مثل اون شکلاتی که تو دهنت میذاری نیست؟ بعد چند دقیقه اصلا مزهش میمونه، میفهمی چی خوردی؟ عزیزم، من مواهب این دنیا رو نمیخوام خوار بشمارم. خداوند در کلامش گفته از امانتهای او تمتع ببرین. زمین و پوری اون مال خداونده و داده به ما که در زمین او پرورده بشیم، از امانتهای او تمتع ببریم، متلذذ بشیم. ولی هیچ وقت نباید یادمون بره که تمام چیزهایی که به دست میاریم، دستاوردها، حتی روحانی، بهترینش، فقط نسخه و نمونه محو از اون تصویر عالی، اون پوری کامل که در آسمان تجربه خواهیم کرد. برای همین عزیزان خیلی مشغول این چیزهای موقتی نباشیم و کلیسای سالم کلیساییه که کانون توجهشو روی داماد و منزل ابدی خودش بذاره. من میخوام در این 10 دقیقه آخر یک داستان حقیقی براتون تعریف کنم از ازدواج یک داماد، یک مرد یهودی عزیزان، که شامل 4 مرحله است. اگه تا الان کن مطلب رو من نتونستم یا شما نتونستیم متوجه بشین، حتما این داستان شما رو به اصل مطلب میرسونه. 4 مرحله است عزیزان که داره
اتحاد ما با داماد رو به تصویر میکشه. خیلی زیبا. از زمانی که تولد تازه میابی، بعد وارد مرحله آمادگی تقدیس شدن میشی که یه پروسه طولانیه، بعد روبوده میشی و بعد مرحله چهارم به منزل ابدی منتقل میشی. چقدر زیبا به تصویر کشته. حاضرین با اشتیاق گوش کنین؟ ایرانی ها داستان خیلی دوست دارن، پس حتما اینو لذت میبرین. مرحله اول از اون، داماد از خونه پدرش خارج میشه، از خونه پدر بیرون میاد، پیاده اون راه‌های پرسنگلاخ، پستی و بلندی ها رو میره برای اینکه به عروس موافق دلش برسه. رنج سفر رو متحمل میشه، نه فقط رنج سفر، بلکه برای اون عروس موافق دل خودش کل هدایا میبره، از الاغ و شتر و طلا و بارهای خیلی گرون قیمت، برای اینکه فقط عشق خودش رو به عروس ابراز کنه. وقتی که به اونجا میرسه هدایا تقدیم میکنه، وقتی هدایا پذیرفته میشه، در یک آن نامزدی انجام میشه، پسر و دختر نامزد میشن. از اون لحظه هیچ کس اجازه نداره هیچ مردی به نامزد، به اون عروس نگاه کنه، چون از اون لحظه عروس منحصراً مال داماده. چون مراسم نامزدی یک مراسم عهد و پیمان خیلی قویه که داره نوید یک زندگی ابدی و تا به انتها رو داره به تصویر میکشه، داره ندا میده. مرحله دوم بعد از اتمام نامزدی، این دو عزیز شراب می نوشند تا پیمان نامزدی مهر و موم بشه. بعد از این مرحله سوم، داماد با خیال راحت که عروس از آن اوست، بر می گرده کجا؟ خانه پدرش، تا مکانی برای عروس آینده، یه مکانی که برازنده عروس آماده کنه، تا عروسش رو چیکار کنه؟ به خانه پدر ببره. و در این فاصله عروس آینده که معلوم نیست چه زمانی، من فکر میکنم خیلی کوتاه نیست، داره مراحل آمادگی رو طی میکنه. مرحله چهارم عزیزان، خونه آماده شده، عروس آماده است، پس داماد به سمت روستا حرکت میکنه تا عروسشو با خودش به اون مکانی که آماده کرده ببره. عزیزان، روستاهای اون موقع تو ایران هم نمیدونم یادتونه یا نه، من تو فیلم ها دیدم، وقتی که افراد تو خونه ها متوجه میشن، همه جلوی در خونه هاشون میسن، کل میزنن، هللویا میگن، فریاد میزنن، داماد میآید، داماد میآید، داماد میآید. این فریاد شادی به خانه عروس میرسه، عروسی که آماده است میاد. تو همون مسیر داماد عروس رو با خودش به خانه پدر منتقل میکنه. این تصویر خیلی زنده و زیبا از داماد ماست. خانه پدر خودشو ترک کرد، به سرزمین انسانی ما مهاجرت کرد عزیزان، برای اینکه دل ما رو جذب خودش بکنه، بهایی گزاف پرداخت کرد، با حلقه محبت، رحمانیت و عدالت ما رو با خودش نامزد کرد، ما رو با خودش پیوند کرد، با ما نان و شراب خورد، گفت هرگاه که این نان رو پاره میکنید و این شراب رو مینوشید، به یاد بیارید که مال من هستید، دل شما فریفته این دنیا نباشه، مشغول چیزهای دیگه نشین، شما مال من هستین، نه فقط نامزد من هستین، بلکه یک روز بر میگردم و شما رو با خودم خواهم برد. عزیزان، بیش از دو هزار ساله که واعظینی که این پیام رو دریافت کردن، بیدارن، وفادارن، پشت این منبر دارن فریاد میزنن که داماد میآید، داماد میآید، داماد میآید. نمیدونم چقدر هیجان زده هستید،
من شخصا هیجان زده هستم برای روزی که داماد منو به عنوان عروس عفیفه خودش به پدر جاودانی معرفی کنه. شما چطور؟ آیا هیجان زده هستی؟ عزیزان شیطان در این جهان در حالی که داره جهان رو آماده میکنه با پوری خودش، همه چیز رو زیر تسلط خودش گرفته برای اینکه برای ورود دجال. شیطان و دست اندرکارهای او شدیداً مشغولن، ولی در همین اثنا داماد آسمانی به وسیله اون دولت فیض خودش، رحمت خودش، به واسطه روح القدس داره عروس رو آماده میکنه. عزیزان داره به عروس احیا میبخشه، غنا میبخشه، کمک میکنه تا مصفاش لکه‌هاش ریخته بشه تا با خودشون رو برداره ببره. فقط شیطان مشغول نیست، پس کلیسا باید در این زمانها بیدار باشه و خودشو بسپاره به داماد، بسپاره به روح القدس. ایمان داریم که اومدن داماد نزدیکه، داماد به زودی می آید، ما رو با خود خواهد برد، نه فقط در آسمان بلکه با او رو روبرو خواهیم دید، نه فقط همین بلکه با او. کلام خدا دست در دست میگه در اون شهر طلایی که همین و سمبولیکه خواهیم رقصید، با او خواهیم بود یک ابدیت. حتی اون موقع عروس داره مراحل آمادگی خودشو طی میکنه. امروز دوتا پیام خیلی عالی در این مسیر گرفتم که این کلام خدا رو، یعنی ایمان داشتم که این پیام مال خداونده، مخصوصا وقتی برادر ادوار راجع به آسمان صحبت کرد و پاستور موعظه عالی رو در سمینار احیا کرد، میدونستم که باید در این مسیر حرکت کنیم. و امروز صبح سیمای عزیز پیام به من داد که خواهر نسرین، من خواب دیدم که همه ما چندین نفر هستیم داریم به یه عروسی بزرگ میریم، هوا تاریکه، زمین پر از سنگلاخه، ولی ما پر از شادی هستیم چون میدونیم داریم کجا میریم، داریم به عروسی بره میریم. و دومین پیام، پیام هموجان عزیزمه که ترجیح میدم خودش به سمعتون برسونه. هموجان یا با عرض سلام به همه عزیزان خدا. من تقریبا یک ساله که یک خوابی دارم میبینم و یا خیلی خیلی کم خواب میبینم، ولی وقتی که این خواب رو دیدم واقعا میدونستم که از خداست و خدا داره صحبت میکنه. و چون خیلی کم خواب میبینم دوست ندارم به کسی بگم، دوست دارم اول با این خواب به سوی روح القدس برم، به سوی خدا برم. و امروز صبح بود که قسمت سومش رو دیدم و سه بار این خواب رو دیدم و امروز روز سوم بود. و روز اول، یعنی دفعه اولی که این خواب رو دیدم، خواب می دیدم که لباس عروسی پوشیدم و میدونم عروسی منه، دارم میرم عروسی خودم، داشتم آماده میشدم، ولی فقط نگاه کردم به کفشام، به پایین، دیدم که کفشام سیاهه. به خودم میگفتم مگه میتونم با این کفشای سیاه برم عروسی خودم؟ همه چیز سفید باید باشه. بعد یه اتفاقای عجیب کوچیکی میافتاد که به خودم میگفتم اصلا نمیشد بیام جلو. مثلا میدونستم که داماد منتظرمه، پاستور منتظره، مهمونا، ولی نمیرسیدم. بعد دفعه دوم که این خوابو دیدم که چند ماه بعدش بود، دوباره اتفاقای عجیبی میافتاد، مهمونا نمیومدن یا لباسم اشکالی داشت، نمیدونم یه جاش خراب بود، موهام خراب بود، دوست نداشتم یه جوری اصلا بیام تو کلیسا، برم عروسی خودم. بعد دفعه سوم که امروز بود که این خوابو دیدم، که خواب می دیدم که
دفعه دوم اینو بگم، دفعه دوم که خواب دیدم آخر خواب یه جوری احساسم بهتر بود از دفعه اولی که این خواب دیدم. یعنی یه جوری احساس میکردم که دارم هی نزدیکتر میشم، هی دارم بیشتر میرسم به داره جور میشه عروسیم. بعد دفعه سوم که امروز بود این خواب رو دیدم، احساس میکردم همه چیز بهتره، یعنی همه چیز داره پیش میره، دارم بیشتر به اون مقصد میرسم. و یادمه که بازم یه چیزی اتفاقای افتاده بود ولی آروم بودم توی خواب. بعد فقط میدونم که رفتم توی کلیسا، رفتم جلو آینه و خیلی اذیت میشدم که رژ لب ندارم که باید رژ لب بزنم، بعد دارم عروسی. ولی تو همون خواب و بیداری، تو اون حالت خواب و بیداری احساسم بیشتر، یعنی بهتر از اون خواب دوم بود که احساس میکردم، یعنی تو خواب به خودم میگفتم دارم میرسم، داره اون روز میاد، دارم میرسم، یعنی من به زودی ازدواج میکنم. و خیلی شیرین بود این خواب. بعد از خواب که بلند شدم فقط رو هندیم نگاه کردم و پیام شما رو دیدم که نوشته بودید که داماد داره میاد و به خودم گفتم خدای من مگه میشه. بعد شروع کردم به کتاب مکاشفه رو خوندم و این آیه هایی که توی کتاب، یعنی باب 19 نوشته شده که میگه که شما دعوت شده هستی و خوشا به حال اونایی که دعوت شدن به عروسی بره. یا هر موقعی که واقعا به فکرش میفتم فقط میتونم، زانوام خب میشه و واقعا توی دعا هستم که واقعا من دعوت شده هستم. ولی یک چیز دیگه که خیلی ربط داره به همین موضوع و به این خوابا اینه که فهم کنم 2-3 سال پیش بود، خیلی حالت بدی داشتم، یعنی واقعا خیلی حالت دپرسیو داشتم، تازه تو ایمان بودم. بعد از همه چیز و از همه کس خسته شده بودم. به خودم میگفتم واقعا من الان فرزند خدا هستم، منو آوردی تو نور، تو حیات که اینجوری حالم باید باشه. خیلی از دست خدا ناراحت بودم. یادمه که خونه مامان فقط روی صوفا نشسته بودم و یهو خدا روح القدس یک عکسی بهم نشون داد و این عکس مثل فقط میدونم یک دعوت نامه بود، یک دعوتی بود، چون که میدرخشید، طلایی بود. و همچنین که این عکس رو میدیدم صدایی بهم گفت، از درونم نبود، از بیرون بود این صدا، که گفتش که هما تو دعوت شده من هستی، تو میخوای چی کار کنی با این دعوت نامه، با این دعوتی که بهت دادم به عروسی من، به عروسی بره، میخوای چی کار کنی با این دعوت. و خیلی دوست داشتم این خوابو به شما بگم و خیلی موقعا واقعا فراموش میکنم که همچین دعوتی، یعنی من همچین چیزی خدا بهم داده. ولی وقتی که دوباره به کتاب مکاشفه میرسم و این آیه ها رو میخونم، فقط میتونم با یه حالت شرمندگی و خجالت به خدا بگم من چی کار باید بکنم با این دعوتنامه، من کجا برم، چرا من، کی میتونه به این یا جواب بده به این سوال. و فقط میخوام از شما بپرسم، شما که دعوت شده هستید، که شما میخواین چی کار کنین با این دعوت خدا. بله. هر وقت که پیام اینجا به سمعتون میرسه مثل یک دعوتنامه است که داره کلیسا رو دعوت میکنه به عروسی نکاح بره. و این آیه که هما جون صبح گفت، اصلا نمیدونست که این آیه ها توی کلام مکاشفه باب 19 آیه 7 و 8 شادی و وجد نمایید و او را تمجید کنید، زیرا که نکاح بره رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است.
و به او داده شده که به کتان پاک و روشن خود را پوشانیده، زیرا آن کتان عدالت‌های مقدسین است. آمین. چشمای خودمون رو ببندیم. مرسی پدر جان. ای خداوند، ایمان دارم که هر کی که گوش دارد در این زمانهای آخر شنیده که روح القدس داره به کلیسا چی میگه، داره به عروس خودش چی میگه. ایمان دارم ای خداوند، ایمان دارم که حتی کسایی که شاید در دنیا و لذت‌های این دنیا غرق شدن و دعوت خودشونو به فراموشی سپردن، ایمان دارم خداوند رحمت تو، شفقت تو خداوند، این محبت عظیم تو مثل یه تلنگری خداوند میتونه تک تک ما رو از خواب غفلت بیدار کنه. شکرت میکنم برای روح القدس، برای روح قدوس الهی که در این زمانها مثل یک نهری و کلیسای مجید خودش جاری میشه و عروسان خودشو بقا میبخشه، عروسان خودشو امید میبخشه، عروسان خودشو ایمان میبخشه، عروسان خودشو اشتیاق میبخشه. ای خداوند، ای روح القدس، سر تعظیم به حضور تو فرود میاریم، تو رو شکر میکنیم که عیسی مسیح گفت تو رو یتیم نذاشتم ای عروس، بلکه روح القدس رو دادم. و روح القدس در این زمانهایی که جهان خدا در حال تزلزله، در حال پاشیدنه و شیطان داره اعمال خودشو آماده میکنه برای ورود دجال، فقط تو روح القدس قویان و با عشق و محبت داری کلیساتو آماده میکنی، عروستو آماده میکنی. دعا میکنم خداوند که تک تک ما خودمونو به تو بسپاریم، تک تک ما از هر تاریکی به نور تو منتقل شیم، در این نور خداوند، در این نور که هرچی که از تو نیست دیده میشه و کلیسای تو به اون کتان پاک و روشن ملبس میشه و روزی به همین روز زودی با داماد آسمانی یک میشه. ایمان داریم خداوند که تو به زودی خواهی آمد، چون در نام عیسی مسیح دعا میکنیم و منتظران تجلی ظهور تو رو، حضور تو رو برکت میدیم در نام پدر، پسر، روح القدس. کلیسای خداوند بگه آمین. آمین. من فکر میکنم خیلی خوب میشه الان نسرین که دعا کرد، الان یک ویدیوی نگاه میکنیم. این سرودی هست که خداوند به کلیسایمون بخشیده. این سرود با هم بخونیم که عیسی به زودی آمد با جلالش، و همزمان دوست دارم خودتون در حضور خداوند دعا کنیم. و اگر اصلا کلن این عروسی رو و داماد رو اصلا کلن فراموش کردن، الان اصلا دنبال زندگی خودتون هستین، الان اجازه بدین روح القدس این چیز رو، این شعله رو در قلبتون دوباره روشن کنه. واقعا احتیاج به کمک روح القدس داریم که روح القدس ما رو احیا کنه، ما رو دوباره بلند کنه و چشمای قلب ما رو باز کنه که واقعا باور کنیم آمدن عیسی مسیح نزدیک هست و خودمون آماده کنیم. روح خداست، روح القدسه که این لباس عروسی رو آماده میکنه. آمین. و به این خاطر مهم اینه که همکاری ما، زمانی که بایستیم هم این سرود رو بخونیم همزمان دعا کنین. الان احتیاج هم نیست این سرود رو بخونین، نمیتونی میتونی زانو بزنی اگر خدا با قلب تو صحبت کرده. الان یه زمانی هست که اجازه بده روح القدس بدین که شروع کنه و این فیتله نیمسوز روشن کنه دوباره، دوباره این اشتیاق برای عیسی مسیح، اشتیاق برای داماد در ما روشن کنه. آمین. خواهش میکنم میتونین این سود رو بزنین با هم، میتونین بیستین یا میتونین بشینین، مهم اینه که الان واقعا بتونین در حضور خداوند باشین و این سود رو با هم بخونیم. عیسی به زودی آید با جلالش. الان یک صدا هنوز نیست، شاید شاید از اول دوباره روشن کنید.
و اکو هم همینطور بتونیم بردارین. با هم میتونیم بخونیم، هم بخونیم. بیا دامادم عیسی، بیا خداوند، روح القدس بیا الان، قلبای ما رو روشن کن خداوند، چشمای قلبمون رو باز کن خداوند، که دامادمون رو ببینیم در روح خداوند، ما رو آماده کن خداوند. مصیبت های دامادش بود و بر کوه